جو بخیرتون دارای عزیز، امروز در یاد یک کلمه بسیار جادویی افتادم، یک کلمه ای که در خیابانا زیاد آدم نمیشنوه، بیشتر بین کدام بزنس ها، کدام تجارا، در بین شرکت دارا، در بین کسایی که یک مشکلات مالی در بینشان پیش میایه، بازی کلمه را زیاد استفاده میکنن. و او کلمه چیزی نیست به جز Wir müssen Kompromisse finden. We have to find compromise. به زبان فارسیش میشه مصالحه، سازش. ما با هم یک سازش کنیم، ما با هم کنار بیاییم. و امروز روی یک پروژه کار میکردم، حقیقتش یک مقدار من از این بابت کمی غمگینم هستم، به خاطر از اینکه یک وطندار ما خیلی پول از یک شریک خود طلب داشته، شریکش پول نداشته برش پرداخت کنه، گفته حالا اگر که چون که پول ندارم بیا من تو را جنس میدیم برات. یالی بنده خدا جنس زیاد از او گرفته به جای قرضی خو، اما پولش خیلی زیاده، در این جنس ها خلاص نمیشه. من در یاد از این کلمه جادویی مصالحه، سازش، به زبان آلمانی کمپرومیس. در بین سویسی های طرف که میگردی، اکثر وقت های کلمه در بین دو تا بزنسمن اتفاق میفته. در یک جای در یک مشکل بر میخوره، این طرف کش میکنه و دیگهش از اون طرف کش میکنه. آخرش میبینه که در این رقم ما نه در سازش میرسیم اما نه به مصالحه میرسیم. بیا که یک کمک تو سست کو، یک کمک دیگه و دیگه اخرم میگه تو سست کتاب، یا یعنی سست کو، یعنی با قول وطنکی که یعنی تناب اگه خیلی هر دو طرف بکشه به هیچ نتیجه نمیرسه. و این اتفاقا من خودی میره در بعض وقتا در جریانهای زندگی خود، قد پارتنرهای، قد همکارهای خود، ایره که این کلمه در ذهن میرسه فوراً برای همکارهای خود پیشنهاد میدیم، میگیم آله که تو ایره کش کنی و ما هم کش کنم، ای بالاخره یک جایی یا تو میافتی یا من میافتم، بالاخره ما و تو باید همدیگر را نجات بدی، یک راه حل پیدا کنیم، سازش کنیم یا مصالحه، اما به قول وطنکی سازش یا مصالحه کنیم. یک کمی توم کتابیه، یک کمی ما کتابیه. بنابراین دوستای عزیز، این کلمه جادویی که به زندگی من همیشه مفید بوده، فکر میکنم که برای خیلی کسا ممکنه که کسایی که مخصوصا کارهای بیزنس میکنن هر روز، هر ماه اتفاق بیفته که با پارتنرهای خود سازش بکنن. به عنوان مثال، ما برای یک کلیسا 400 تن چتر بسیار کیفیت خوب از پولند با چاپش سفارش داده بودم، کیفیت چاپا خوب نبود، اونا فوراً کمپرومیس کرد همراه من، یعنی مصالحه سازش کرد، گفت من 10% از جنس را قیمتش میارم پایین که تو بتونی در مشتری خود 10% کمتر بگیری ازشان، از اونا معذرت خواهی کنی که کیفیتش اون چیزی که ما میخواستیم نشده. بنابراین ما چه کار کردیم؟ با هم سازش کردیم. اتفاق میفته، خیلی زیاد هم اتفاق میفته، بعض وقتا آدم کارای انجام میده که خیلی اشتباه میشه، ولی در اونجا کمپرومیس میکنیم. اینالی بریم که ما ببینیم وطندار ما چی رقم کمپرومیس کرده، یا یه کمپرومیس را براتون عملی نشان بدم که شکلیه و به چی دلیل ما یه جنس را به شما خیلی ارزان و با قیمت خوب ارائه میکنیم، در حالی که در بازار بین 80 و 90 فرانک، 95 فرانک خرید فروش میشه. ما ای را در 45 میفروشیم تکی، اگر زیاد بخرن ارزان تر میفروشیم. حالا بیاین بریم ببینیم دقیقا. نمیت که میبینین این کس نه قالینه، نه قالینچه، نه برادر جای نماز. خیلی ها فکر نکی جای نماز، این کس خودش پشت توشک است. ببینید چه کیفیتی داره. این از نزدیک بگیرم. ببینید ای وطندار ما به جای پول خودش امو کلمه جادویی استفاده کرده که کمپرومیس باشه. کمپرومیس یا مصالحه
به اینا کمک کرده که این وطندار ما در پول خود برسه و دیگه وطندار ما بدهکاری و قرضداری خود خلاص کنه. این سعی کنید این پشتوشت چقدر قشنگ است و این کس در ست است. این سعی کنید این پشت بالشت شست، یعنی دو تا پشت بالشت همراهی از این پشت توشک با هم ست هستن. یعنی سعی کن نور البته دوربین که آن طرف میره باز یک مقدار تصویرش فرق میکنه، رنگاش آدم فکر میکنه که چیز است. یعنی سعی کنید دقیق سعی کنید چقدر یک جنس خوب است. ما 6 جفت تزیره در یک از وطندارای خود در نروژ با قیمت بسیار عالی روان کرد. چه قرار روان کنیم؟ بنده خدا پولش پرداخت کرد، هنوز نرسیده در حساب ما. به معنی که برسه ما اینا را ست میکنیم، روان میکنیم در نروژ. کسایی که از نروژ، سویدن، هلند، هزار جای از این کشورها که باشیم میتونین اجازه را در ما سفارش بدین، چون که ما هم در آلمان داریم هم در سوئیس داریم. چون سوئیس جز اتحادیه اروپا نیست، ما جنس ها را از آلمان میفرستیم. اونایی که در سوئیس سفارش میده از سوئیس میفرستیم. می رقم برای مشتری ما خیلی با قیمت خوب و ارزان میافته. بنابراین یک فرصت بسیار عالی است. اگر از چیزا لازم داشتین حتما در ما خبر بدین. این کاری که ما میکنم بسیار دشاق میکنم، چرا که ما مشکل دو نفر حل میکنم. مشکل نفری که بدهکار از بدهیش کم شوه و نفری که طلبکار در پول خود برسه. بنابراین این کار نه تنها سود داره بلکه ثوابش هم شاید به ما برسه. ببینید که این مسئله رقمی بود و ما از کلمه جادویی کمپرومیس یک چیزی خیلی خوب یاد گرفتیم که میتونه در بیزنس ما، در کارهای ما بسیار روزمره کمک شود.